أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که دیشب عرض کردیم و امشب حالا ادامهشو میدیم، بحث کفاره بود. کسی یه روز عمد روزش خورده باشه، خب قضاشو باید بگیره، کفارم داره. 60 روز باید روزه بگیره به عنوان کفاره این گناه. این 60 روز به عنوان کفاره یک روز. هی خدای نکرده به حرام روزش رو خورده باشه، روزش رو کسه باشه، میشه کفاره جمع. یک بنده باید آزاد کند و یک 60 روز روزه بگیرد و 60 فقیر اطعام کند. بحث کفار بود، این مسئله بود، اینو نمیخواستیم عرض کنیم. حالا در ضمن بازم از این نمونه های مسئله عرض میکنیم. حضرت صادق علیه السلام فرمود که لو کان علی باب احدکم نهرون، اگر در جلوی در خانه کسی یه نهری باشد، فاغتسل منه کل یوم خمس مرات، هر روز 5 بار در این نهر او غسل کند، بدنش را شستشو بدهد، روزی 5 بار. هل کان یبقا علی جسده من الدرن شیئون، آیا بر بدنش از چرک چیزی باقی میماند؟ روزی 5 بار آدم بدنش را شستشو کند، چیزی از چرک بر بدنش میماند؟ خب نمیماند دیگه. سوال از مثلا واضحات، انما مثل الصلات مثل النهر الذي ينقي كل ما، بله، انما مثل الصلات مثل النهر الذي ينقي، مثال نماز مثال اون نهر است که بدن را شستشو میکرد. كل ما صلى صلاتون کان کفارتن لذنوبهی، هر نمازی که میخواند این نماز کفاره گناهان آدمی است. نمازخوان با نماز کفاره گناهان خودش را میپردازد. الا ذنبون اخرجه من الایمان، مگر خدای نکرده یک گناهی او میکند، اون گناه او را از ایمان بیرون میبرد. گناهی به این بزرگی که کفر می آورد، اگر گناهی که کفر می آورد با نماز نمی شوند رو درست کرد، در سایر گناهان با نماز می توان آن را جبران کرد. بحثش همین بود، کفاره یعنی چیزی که جبران می کند. یه مسئله، اگر من گناه می کردم و ترک کردم توبه است، یکی از ارکان توبه است. ترک گناه یکی از ارکان توبه است. اگه گناه رو ترک نکنه توبه نکرده، اگه گناه رو ترک کرد یکی از ارکان توبه انجام شده. رکن دیگرش پشیمانیه، یادش میفته
عقدش تلخ میشه، من چه غلطی بود کردم؟ اگر هر وقت به یادش میفته ناراحت میشه، پشیمون میشه، عقدش تلخ میشه، این چه کاری بود؟ این رکن دوم است توبه رو هم داره. حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، گاهی هستش که آدم گناهو ترک کرده اما هنوز وقتی یادش میفته لذت اون گناه زیر دندوناش. این معلوم میشه که مشکل داره، این توبه مشکل داره، توبه کافی نیست. چرا؟ چرا؟ اینه یه وقت یه گناه من میکنم، خب بعد توبه میکنم، یه وقت گناهی را ادامه دادم. اگر آدم گناهی را ادامه بدهد یه ساختمان براش درست میشه. حالا مثال عرض میکنم، ببینید من مردم آزار میدم، حالا مثال به مردم ظلم میکنم، آزار مردم کاریست که یک سگ میکنه، ببخشید، کاریست که یک گرگ میکنه. اگه من کار گرگ میکنم، اینو دقت کنید، این واقعیت اینجوریه، صورت باطنی من به صورت گرگ در میاد، به شرط مداومت ها، مداومت. یه وقت یه کاری کردم، خب یه کاری کردم، غلط کردم، بعدم میزنم سر خودم، حل میشه. این با یک گناه بر آدم شکل درست نمیشه، شکل، من شکل پیدا میکنم، شکل باطنی پیدا میکنم با گناه. با یه گناه به طور قاعدتاً ها، البته یه داستانی رو دیدم مهاجه های حقشناس مکرر میگفتن و مشهوره، یک کسی رو گول زد و داخل خونه شون و بعدم اوشون هم یه فنی به کار برد، اندازه این نجات پیدا کرد، این تو دلش موند، مشهوره دیگه، حمام منجاب داستانش هست، مشهوره. این تمام عمرش هی میگفت ای عجب کلاهی سرم گذاشت، حیف شد، دم مردنش هم هی داشت اونو میگفت، یه گناهی که حتی نکرده مقدماتش رو انجام داده، برای شکل ساخته. این مهمه، یه گناهی برای من شکل درست میکنه. معمولا در اثر اصرار بر گناه شکل درست میشه. این بند خدا مگه غلطی کرد؟ حالا یه غلطی کرد، خیلی هم بد بود، حالا به خیر گذشت، نشد، بعدم اطلاف غلطی کردیم ما. خب این اما تمام عمر به آرزوی اون گناه بود، این برای شکل ساخت، چه شکلی که با اون شکل مرد. نمیدونم وقت یعنی چی، اگه آدم با اون شکل مرد چی میشه. اصرار بر گناه بر آدم شکل درست میکنه، وقت این توبهش، اما توبهش یه روزه نمیشه. من توی مجلسی مثلا حالی بود و مثلا گریه کردیم و بعد گفتم غلطی کردم و بعدم نه نمیشه، این حل نمیشه. اینم باز ممکنه یه وقتی یه بار آدم یک مجلسی داشته باشه یهو بکنه ریشه رو، اما به طور معمولی کاری که مداومت شد روش، گناهی که مداومت شد روش، باید در توبهش مداومت بشه. یه کاری رو به عنوان توبه بکنه که مثل که مثلا فرض کنه که ما قدر این روزه ها و گریه ها رو نمیدونیم، خیلی قیمتیه، اصلا هیچی نمیشه مقایسه کرد، اما بیشتر از این ما یه محرم میاییم بعد میره و یه فاطمی میاد و
شاید تو سفرم یه کمی و بعدم تموم. خب مثال نماز میخواستیم عرض کنم. خب نماز ها به مقداری که نمازت قوت داره اون شستشو انجام میشه. فرمایش فرمودن، فرمودن، حالا حدیثش الان دم دستم نیست، انشاءالله پیدا میکنیم میاریم. شما یه نماز خوندی هیچ چیز به خاطر تو نگذشت، جز نماز هیچ چیز در خاطرت نبود. کو همچین نمازی؟ کو یه نمازی که هیچ چیز در خاطر من نگذشت، نماز که پایان یافت، پاک پاک، همه گناهانت پاک. حالا برفرض خب همچین نمازی که ما نمیخونیم که، نمازمون به مقداری که نمازه کارش پاک کردنه، کار کفاره میکنه. کفاره یعنی جبران، یعنی جبران میکنه خطاهای گذشته مرا. نماز من به مقدار نماز بودنش، به مقدار قوتش. نماز اون وقت نماز اون مثال بود عرض کردم. من نمیشنوم پرودستیم چی خوند، در حالی که من پرودستیم رو که میشنوم، جلوی من میشنوم، پشت سری من. نمازی که من نمیشنوم پرودستیم چی گفت، نمیبینم کی از جلوم عبور کرد. ابو حنیفه دیده بود که حضرت موسی بن جعفر میخوان یاد بدن یه چیزی رو تو یه شلوغ پلوغی، نه حالا کدوم شلوغ پلوغی، کجا بوده، چه جوری بوده، حضرت داره نماز میخونه، اعتراض کرده آقا اینجا جای نماز نیست آخه. فرمودن که اون کسی که من براش نماز میخونم اون به من از همه این جمعیت ها نزدیکتره. شما جلوی من رو برمیکن، اون جلوی من نیست، پیش منه. اون که من براش نماز میخونم پیش منه. انا جلیس و من ذکرنی، هر کسی مرا یاد کند من همنشین او هستم. این جلوی من که همنشین من نیستش که، این عبور میکنه میره، اون همنشین منه. پس اعتراض بی خود. خب این نماز اگه همچین نمازی دو رکعت، فقط دو رکعت بخونی، یعنی سه تا چیز گفتن، پاک پاک، دوم بهشت براش واجب میشه، بهشت براش واجب میشه، به دو رکعت هم میتونه بهشت رو بخره. و سومی شده خب. پس فرمودن که نماز، همین نمازهای ما هم به اندازه نماز بودنش کار میکند. و از این نمازه چون نگی این حالا هیچ، نه اینم کار میکنه به اندازه خودش. بنابراین آدم هر چی بکوشد که نمازش نماز بشود داره برای خودش کار میکنه. ما برای خودمون کار میکنیم، ما برای دنیامون کار میکنیم که دنیامون رو ببینید. شما ورقه اجتهاد بگیری میذاری میری، حاج آقای حق شناستی خاطرتون هست، 5 تا ورقه اجتهاد داشت ما توی یاد داشته ایشون پیدا کردیم. ورقه اجتهاد که آدم همراهش نمیبره که. شما دکترا میگیری، آقا دکترات هم همینجه میذاری میری. عنوان داشتی، خب عنوانت هم همینجه میمونه. اون ور که نمی، یه آقای هم تازگی هم مرده بود، مثلا استاد قدیمی دانشگاه بود، خب استاد تاریخ مثلا، خب باش. اون ور کسی تاریخ نمیخواد بخونه، بنابراین کسی نمیدونه یعنی چی، دکترای تاریخ نمیدونه یعنی چی. این هم هیچ درد نبخوره. خب میخواییم کتاب بیاریم، چقدر وقت گذاشته؟ ساعت پس بی خود مدت عرایز من نیست.
نمیتونم خیلی حرف زدم من. حالی چیزی راحت ترم بگیم، این راحته، این کفاره خوبیه، خیلی خوبه و راحت. فرمان که فرمایش حضرت باقر علیه السلامه، 5 دقیقه دیگه ما مرخص میشیم، نوبت حاجای سرور ما آقای خجست. سلاسون درجات، حضرت باقر فرمود، سلاسون کفارات، سلاسون موبقات و سلاسون منجیات. 3 چیزی درجه برای آدم میاره. باز اینجا یه ذره عرض کنیم، بیدید آدم از این دنیا میره تو بهش که بره دیگه هیچ قصه‌ای نیست، برام هیچ قصه نمیخوره که مثلا آقای امین مثلا بالاتر از منه، اصلا هیچ یادش نمیاد، هیچ قصه نمیخوره، این رو بذارین کنار. اما تو 50 سال قیامت داره میگه ای وای ای وای، من چرا اینجا کوتاهی کردم، اینجا چرا تقصیر کردم، اینجا چرا کوتاه اومدم، اینجا چرا کم کار کردم، هی میگه از این و از این عالم که رفتی تا رفتی تو بهش هم تو داری میزنی تو سرت که من چرا کم کار کردم، چرا کوتاه اومدم، چرا گناه کردم، چرا چی. حالا در صورت بنابراین درجه مهمه، نه که مهم نیست. 3 چیزی که باعث درجات آخرت آدم میشه، 3 چیز کفاره است، خرابی‌ها رو جبران می‌کنه، 3 چیز خرابی‌ها رو جبران می‌کنه، 3 سلاسون موبقات، 3 چیز هم که آدم رو هلاک می‌کنه، 3 چیز هم از آدم نجات میده. تونتون می‌خونیم این درجات رو، فرمودن که فهمت درجات فعفشا سلام، گسترش بدهد سلام را. حالا خیلی سادهش اینه که به هر کسی رسیدی سلام کنی، حتی نمیشدن به هر کسی برسه سلام کنی، حتی اقل آشناها رو شما پیش سلام باش. شاید هم تو گوشی بره را بره به هر کسی سلام کنه، مردم میگن این عقلش کمه، این خوب نیست. اما به آشناها، من حالا مثلا ایشون جوانه، مثلا ایشون باید به من پیش سلام بشه، نه من بهشون پیش سلام بشم، هر که اینجوری باشه به درجات میرسه، چیز خیلی خوبیه، سهل هم هست، سخت نیست، مگر این توی یه نظره. کی بود؟ و اطعام و طعام به دیگران طعام خورنده، حاج حسن ها که دائما داره به مردم قضا میده. مثلا 3 و صلات به لیل و صلات به لیل و ناس و نیام، وقتی مردم خوابن این تنها بیدار شده نماز میخواند. یه دوستی داشتیم آقای حاج آقای خجسته، این 4 رکعت نماز شبش رو نماز جعفر طیار میخوند، 4 رکعتش رو نماز امیرالمؤمنین میخوند، که هر رکعت 50 تا قل هو الله. اون 2 رکعت شفع هم الان یادم نیست چیکار میکرد، در اون 1 رکعت آخرم که 70 بار استغفار میکرد 300 بار العفو میگفت. حوصله داری 300 بار العفو بگی؟ بعدم در بین نمازا دعای یستشیر میخوند، دعای چی میخوند، دعای چی میخوند، دعای چی میخوند. هر کی به همتش دیگه، به اندازه همتش، هر کسی به اندازه همتش. اینو میگذاریم. کفارات میخواستیم، ول کفارات اسباغ الوضوء فی ثمرات، اینو الحمدلله از ما گرفتن، وضوی شاداب بگیرد تو سرما. قدیما بود دیگه، قدیما ما میرفتیم سر حوض وضو میگرفتیم، حوض یخ زده بود، یخشو باید بشکنیم، یخشی باید بشکنیم بعد وضو بگیریم، اون میشد. بعدها بنده راه پیدا کردم
میذاشتیم زیر کرسی گرم میشد، اون فضیلت از دست رفت. 5 دقیقه است دیگه، فوزو مگه چند دقیقه است؟ این عرض کردم این دست ترک میخورد در سرم، آبای سرما و آب و حرفا ترک میخورد، باید خونش رو پاک کنیم. اینم یه مقدار میشد. مرحوم آقای عاشق مرتضی باید خودش آب بکشه، حالا نمیگم چرا، باید خودش آب بکشه، بنابراین تا کمر باید بره تو آب. پدرم گفتش که ما یخو با بیل شکستیم، این انقدر قطر داشت، شون رفت توی آب. نیم ساعت طول میکشید، بعد میومد بیرون نمازشو میخوند، بعد از نماز یخ میکرد. اون وقت یخ نمیکرد، وقتی نمازشو میخوند یخ میکرد. یکی اسباغ الوضو، یعنی وضوی شاداب گرفتن، سبرات یعنی در سرما. دوم والمشی باللیل و النهار الی الصلوات، از خونه را میفته تا مسجد میره، شب روز صبح ظهر اینا یکم اینه. یکی والمحافظت علی الجماعات، نماز جماعت قیمتیه. عرض من تموم شد، عرض من تموم. بازم هست، حالا شبای دیگه انشالله میخونیم. فکر میکنم فردا شب یه چیزای دیگه عرض کنیم، چون احتمالا یه دوستانی میان که یه شبن، بر اون یه شبیه ها. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.